به نام خدا، مرسی که منو دعوت کردین به این جلسه و فرصتی هست بتونم در باب ادبیات حرف بزنم. البته این جلسات چون به شکل محدودی افراد ازش استفاده میکنم، خواهش میکنم که اگه ممکنه این جلسات ضبط بشه و داخل و در اختیار خود امثال من قرار بگیره که بتونیم منتشرش کنیم جاهای دیگه بگره. خب این بحثا حالا درسته که توی فضای مجازی داره انجام میشه، ولی عموما بدون مخاطب هست. اینه که حیف هم میاد که این بحثا به خوبی انتشار پیدا نکنه. این نکته اول. نکته بعد این که اگه ممکنه به من 20 دقیقه وقت بدین که من بتونم بحثمو ارائه کنم. عادت دارم تو 20 دقیقه بحثمو تنظیم میکنم. واسه پرسش و پاسخ راستش بخوام، من حرفی ندارم دیگه، چیزی باقی نمونه، و اگرم من حرفی نذارم که پرسش پاسخ بی‌معناست. اینه که اجازه بدین که من همون 20 دقیقه صحبتامو تر کنم، ولی بعدش عادت ندارم، من چون آدم حاضر جوابی نیستم، باید بخونم فکر کنم و همون چیزی که خوندم و فکر کردم فقط میتونم بگم. بفرمایید اینکه آقای دکتر، خواهش میکنم همون حدود 20 دقیقه اگر لطف بفرمایید، طولانی تر نشه ممنون میشم. نه، بس من بیشتر از اون نخواهد شد. عنوان سخنرانی که من در واقع طرح کردم، ادبیات به مثابه عامل حذف مرزهای فرهنگی، این بخشی از یه پروژه فکری است که چندین سال من دارم در باب این حوزه کار میکنم و حرف میزنم. بعضی از حرفام احتمالاً شاید تکرار باشه، ایراد نداره، چون در واقع این حرفا حرفای مهمی ان، حرفای نیستن که بشه به راحتی ازشون گذر کرد. حرفام حرفای من نیست، حرفای نویسنده های بزرگ دنیاست، حرفای متفکران و فیلسوفان بزرگ دنیاست. اینی که اگه الانم دارم پیوندی برقرار میکنم بین ادبیات و اینکه ادبیات میتونه ما را فراتر از مرزهای فرهنگی ببره و اصولا یکی از بزرگترین معضلات زندگی انسان رو در واقع حذف کنه، که همین در واقع مرزهای فرهنگی هستن، به یه معنای در واقع میخوام اینو بگم که ما به عنوان انسان، به زبان اون لوئیس دی میراندا فیلسوف فرانسوی سوئدی که سخن از سلامت فلسفی میگه در کنار سلامت جسمی و سلامت روانی، میخوام بگم که ما نیازمند یک نوع سلامت ادبی هم هستیم. یعنی در واقع وجود انسان نیازمند ادبیاته اگه بخواد سالم زندگی کنه، اگه بخواد به خوبی زندگی کنه. که من اینو الان از منظر دو تا متفکر در واقع، یک نویسنده ادبیات که هم ماریو بارگاس یوسا نویسنده برجسته آمریکای جنوبی است، و یک نفر دیگه هم که جولیا کریستوا است که در واقع روانکاو و فیلسوف هست. از منظر این دو اندیشمند بزرگ، یک نویسنده ادبی بزرگ و یک اندیشمند بزرگ، میخوام این بحث رو مطرح کنم که در واقع ما نیازمند سلامت ادبی هستیم. اما ادبیات من در مقابل چی میذارم؟ ادبیات وقتی من میگم، منظورم اینه که ادبیات در واقع، که بارها گفتم این جمله رو، ادبیات مهمترین جای ثبت و ضبط انسانه. یعنی اگر بگیم در هر چیزی جای داره به ضبط شدن در جهان، ادبیات و هنر جای ثبت و ضبط خود انسانه و خود زندگی در واقع، اون چیزی که ما زندگی میکنیم، اون چیزی که تجربه زیسته ماست. به زبان هان آرنت روایت میگفت در واقع روایت جایی است که در واقع تجربه فردی انسان تبدیل به داستان میشه و بعد این داستان به اشتراک گذاشته میشه، واسه اینکه بتونیم یک جهان اجتماعی عام بسازیم، نه مرزهای فرهنگی که هر کدومون درش گرفتار هستیم. اینه که در واقع میتونم بگم ادبیات یعنی پدیدارشناسی حالات و رویات زیسته شده انسانی، تجربه های عام بشری که انسان در واقع اونا رو داره توی زندگیش دائما تجربه میکنه، مثل مرد، مثل آزادی، مثل تنهایی، مثل پوچی، مثل معنادار بودن، مثل دروغ، مثل گناه، مثل شر. اینا مفاهیم عام انسانی هستن که در واقع بهترین جایی که میشه گفت ضبط شدن در درون ادبیاتن. و ادبیات در واقع کاری که میکنه اینه که با ثبت و ضبط این پدیده های انسانی و نشون دادن مشترک بودن این پدیده های انسانی در درون ما انسان ها، به ما نشون میده که در واقع ادبیات در واقع تنها ایده صلح در جهانه. ادبیات هست که به ما میگه به زبان رورتی، تنها جایی که میتونیم در واقع بفهمیم که تکیهگاه ما در این عالم خود ما انسان هایی و تکیهگاهی جز خود ما انسان ها واسه زیستن وجود نداره، در درون ادبیاته. این که من الان میخوام از ایده سلامت ادبی دفاع کنم و دعوت کنم جامعه مخاطبانی که در واقع با این بحث آشنا میشن، که در واقع ما همون قد که نیازمند سلامت روان و جسم هستیم، نیازمند سلامت ادبی ذهن و روح و روان و وجود خودمون هستیم. این ایده کلی است که در واقع میخواستم طرح کنم. اما ادبیات در مقابل چی قرار میگیره؟ اگر ادبیات جای ثبت و ضبط انسانه، سیاست توتالیتر جایی است که انسان رو تبدیل به موجود زائد و اضافی میکنه.
سیاست توتالیتر جایی است که در پی در واقع به زبان هانا آرنت باز اون طوفان شن ممکن میشه و انسان رو دفع میکنه. فرق از میان دفع کردن انسان در عالم سیاست به خصوص سیاست توتالیتر با در واقع آشکار کردن انسان در دنیای ادبیات، چون ادبیات در واقع سفر ذهنی انسان در خصوص خودش، به زبان جولیا کریستوا ادبیات جایی است که در واقع انسان خودش رو سفر میکنه، به زبان جولیا کریستوا باز در واقع به ما میگه سفر سرزمین توست. کجا به تو میگه که سفر سرزمین توست؟ اون ادبیاته که به ما میگه سفر سرزمین ماست. ما متعلق به هیچ جایی نیستیم از نگاه ادبیات. ما نه آمریکایی هستیم، نه انگلیسی هستیم، نه ایرانی هستیم، نه افغانستانی هستیم، نه تاجیکستانی هستیم و نه هیچ جای دیگه. ما در درون سفر قرار داریم وقتی که ادبیات رو مطالعه میکنیم. ادبیات در واقع همون جمله مشهور کریستوا، به جای اینکه بگیم سفر میکنم میگیم خودم را میسفرم. و به همین دلیلم الان از اون ایده حرف میزنم، ایده بیگانه با خود و اینکه چگونه ادبیات باعث میشه که در واقع دیگری یا بیگانه به درون انسان بیاد و انسان رو وسعت ببخشه، انسان رو بزرگ کنه. از سوی دیگه حتی اگر بپذیریم که ادبیات توتالیتاریسم میتونه بر ادبیات غلبه کنه، یعنی انسان زائد بودن انسان را بر ثبت و ضبط انسان غلبه بده و برتری بده، ادبیات یعنی امکان تحمل همین رنج. ادبیات یعنی در واقع نویسنده ادبی کسی است که در واقع تجربه زائد بودن انسان رو تجربه میکنه، رنج زائد بودن انسان رو تجربه میکنه، این رنج رو به تاب‌آوری داره در مقابل این رنج و میتونه این رنج رو از سر بگذرونه. به همین دلیل میتونم بگم که ادبیات یه گونه درمانه. ما اندو درمانی میکنیم از طریق ادبیات، ما رنج درمانی میکنیم از طریق ادبیات. ادبیات در واقع با سفر ذهنی که واسه ما ممکن میکنه میدونه که رنج ما رنج مشترک انسانی است، رنج مشترک بشری است. ادبیات جایی است که در واقع ما در آستانه به زبان هانا آرنت زندگی میکنیم. ادبیات تجربه در میان بودن هاست، نه این سوی ماجراییم نه اون سوی ماجراییم. ما در میانیم، در آستانه ایم، دم در ایستادیم، در فرودگاه ایستادیم، در مرز ایستادیم. فرودگاه به من میگه که هم میتونم برم و هم میتونم به درون خودم دوباره به سرزمین خودم بازگردم. ادبیات به مثابه فرودگاه روح روان انسانه. ادبیات جایی است که در واقع من سفر میکنم به سرزمین های دیگه و در این حال به سرزمین خودم، به زبان خودم برمیگردم. به همین دلیل ادبیات یعنی فهم پیوند، ادبیات یعنی فهم عشق، عشق به معنای پیوند. اینجاست که در واقع اون عاشقانگی های انسان ها نسبت به هم دیگه در واقع آشکار میشه. اون تفاوت های انسانی در یک دنیای عاشقانگی زبانی که ادبیات ممکن کرده قابل فهم میشه. به این معنا در واقع دارم میگم که ادبیات جای ثبت و ضبط انسانه و سلامت ادبی یکی از مهمترین نیازهای انسانی است و از طریق ادبیات میشه در مقابل توتالیتاریست که میخواد انسان رو تبدیل به یک موجود زائد و اضافی بکنه وایسیم. حتی زمانی که خود ادبیات تبدیل میشه به عامل استعمار، به عامل استثمار، به عامل در واقع اون چیزی که ادوارد سئید توی گفتمان شرق‌شناسی میگفت که چگونه ادبیات در خدمت قدرت قرار گرفته، حتی زمانی که ادبیات در خدمت قدرت هم قرار میگیره، به زبان میخائیل باختی میتونم بگم که در واقع اونجا هم باز ادبیات در درون سوژه، در درون در واقع قدرت، در درون توتالیتاریسم شکاف ایجاد میکنه، اجازه نمیده فضای ایدئولوژیک نظام های سیاسی توتالیتر تبدیل به یک فضای یک دست بشن. حتی اگر شما در داستانی به تحقیر انسان ایرانی بپردازید، به تحقیر جهان عرب بپردازید، به تحقیر انسان غربی بپردازید، فرق نمی کنه که چه کسی داره چه کسی رو در واقع تحقیر می کنه، باز ما اونجا با یک شکاف روبرویی و ادبیات اجازه تمامیت خواهی توتالیتر در واقع نمیده حتی در درون زبان. این ایده کلی است که میخوام طرح کنم که من اینو به زبان دو تا متفکر طرحش خواهم کرد. البته طبعا یوسا بیشتر از نگاه خود ادبیات حرف خواهد زد و کریستوا بیشتر نظری بحث خواهد کرد که الان توی همین فرصت محدودی که دارم توضیح میدم. یوسا از تجربه میگه که میگه من دائما وقتی به نمایشگاه های کتاب فروشی ها میرم میان از من امضا بگیرن و وقتی میپرسم که این امضا واسه کیه، این کتاب واسه کیه، میگه این میگن من برای دخترم میخوام، برای همسرم میخوام، برای کسی دیگه میخوام، یا برای مادرم میخوام. یوسا میگه من از اونا میپرسم که خودت تو چی؟ آیا خودت تو تجربه ادبیات رو نمیتونی، نمیخوای داشته باشی، نمیخوای این ادبیات رو تجربه کنی؟ اینجاست که میگه بعضی از گوی این نگاه در جهان وجود داره که ادبیات نوعی سرگرمیه، یه چیز تأملیه، یه چیز اضافیه در کنار در واقع سرگرمی های دیگه. یوسا توی این مقاله چرا ادبیاتش
که در واقع شاهکاری است که به همه توصیه میکنم این مقاله رو بخونن، 14 استدلال واسه ما میاره که در واقع نشون بده که ادبیات چیزی فراتر از سرگرمیه، ادبیات چیزی فراتر از بازی شطرنج یا سینما یا ورزش هست. اینی که در واقع یوسف تو این مقالهش داره سعی میکنه اون نقش ادبیات در ثبت و ضبط موقعیت‌های وجودی انسان نشون بده و نشون بده که در واقع ادبیات در پیوند با اگزیستنس انسانه، ادبیات در پیوند با وجود انسانه، ادبیات چیزی ورای در واقع یک تجربه سرگرمی است. اونجا توی این مقاله یوسا اولین استدلالش اینه که اگر در واقع ما این ادبیات را از جامعه به کنار بذاریم و فکر کنیم که ادبیات یک مفسده است، یک مفسده، و بخوایم اونو در واقع برونیمش به انزوا، میگه این چنین جامعه ای قطعا تبدیل به توحش معنوی و محکوم به توحش معنوی میشه و آزادی خودشو به خطر میندازه. این اولین استدلال یوساس در دفاع از ادبیات. نکته بعدی میگه ادبیات یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین فعالیت‌های ذهن واسه اینکه ما رو تبدیل کنه به شهروندان یک جامعه دموکراتیک یا یک جامعه آزاد. چراشو به زبان کریستوا توضیح میدم، فقط دارم استدلال های یوسا رو میگم، ولی چون نویسنده ادبی است به حد کافی این استدلال ها رو پرورش نداده، پرورش این استدلال رو از زبان کریستوا الان خواهم گفت. پس ادبیات که ما رو در واقع از توحش معنوی نجات میده و ادبیات که ما رو تبدیل میکنه به شهروندان جوامع دموکراتیک، جوامع آزاد، مرکب از افراد آزاد. استدلال بعدی یوسا که استدلال فوق العاده ای است در واقع که ما رو میبره به سمت ایده وحدت انسانی، استدلالی است که یوسا در مقابل علم مطرح میکنه. میگه تخصصی شدن علم در جهان امروز یکی از پیامدهای ناگوارش اینه که ما خصائص مشترک فرهنگی و فکری انسان بودن رو از دست میدیم. تخصصی شدن میگه به معنای محو تفاهم اجتماعیه و انسانها رو تقسیم میکنه در درون کاتگوری ها یا مقولات متفاوت. اینه که در واقع میگه مطابق اون ضرب المثل مشهور که اینقدر مفتون شاخ و برگ نشو که درخت رو از دست بدی و اینقدر مفتون درخت نشو که جنگل رو از دست ندی، میگه در واقع ادبیات اون جایی است که در واقع خودمداری ما را از ما میگیره. اون ادبیات جایی است که خودمداری ملت ها و افراد، بدگمانی های ملت ها و افراد، هذیان گویی های ملت ها و افراد و این ویژگی ها که خودشون چی هن، میگه آغازگر جنگ و نفرت هن، آغازگر قوم کشی هن. ادبیات باعث میشه که در واقع این ایده تخصصی شدن علم که ما را به سوی خشونت دعوت میکنه، چون انسانها را جدا از همدیگه و منفک از همدیگه میکنه. در مقابل این ایده علم و تکنولوژی در واقع ادبیات نقش میگه وحدت بخش داره. ادبیات فصل مشترک تجربیات آدمیه. ادبیات میگه به انسانها میگه که میتونن با همدیگه گفتگو کنن، همدیگر را بشناسن و با اینکه در جایگاه‌های متفاوت قرار گرفتن، ادبیات امکان فراتر رفتن از جایگاه‌هاست، امکان فراتر رفتن از جایگاه‌های فردی است. به زبان در واقع کریستوا، ادبیات امکان به اشتراک گذاشتن ذوق فردیه، امکان به اشتراک گذاشتن ذوق فردی. اینی که یوسا به ما میگه که ادبیات امکان فراتر رفتن از تاریخ رو به ما میده. میگه ما از تاریخ خوندن آثار کسانی مثل شکسپیر، دانته یا تولستوی یا صادق هدایت یا غزال علیزاده یا هر نویسنده یا بزرگ علوی یا هر نویسنده دیگه میفهمیم که اعضای یک پیکری. ما میدونیم از تاریخ این نویسندگان میفهمیم که در واقع اونچه که وجه اشتراک ماست همون انسان بودگی و انسانیت ماست که وجه اشتراک ماست. نکته بعدی که میگه، استدلال بعدی که طرح میکنه، میگه ادبیات جای تحقق عدالت در سطح زبانه. جای اگه آلن بادیو به ما میگفت عشق جای تحقق عدالت در سطح خورده، عشق جایی است که آدم ها دوتا میشن و عدالت ممکن میشه و اون موقع در واقع در دنیای عشق شما قادر خواهیم بود که فهم دیگری رو ممکن کنین، یوسا به ما میگه دقیقاً ادبیات هم همین کار میکنه. ادبیات جایی است که در واقع ما عدالت را در سطح زبان فهم میکنیم. ما در دنیای ادبیات، در دنیای زبان ادبی، در دنیای قصه و روایت میدونیم که اشتراک انسانی داریم،
عدالت را به شیوه ادبی فهم میکنیم. در مقابل استدلالهای سیاسی یا اقتصادی یا فلسفی که تر میشه، ادبیات به نحو بسیار روشنی در قالب داستان و قصه به ما میگه ایده عدالت کلیدی ترین ایده انسانی است که در واقع باید تحقق ببخشه. میگه ادبیات به ما میگه ما چیستیم و در واقع چگونه ایم. ادبیاتی که در واقع به ما وجدان ما را متذکر میشه. استدلال بعدی یوسا هست در واقع. ادبیات میگه کلیت انسانی ما را به ما میگه. به زبان در واقع آیزیا برلین نقل میکنه، میگه ادبیات چکیده وضعیت بشریه. اگه وضع بشر هانا آرنت رو در واقع مبنا قرار بدیم، اون چیزی که هانا آرنت میگفت که انسان از طریق روایتگری، از طریق روایت زندگی، چون کل ایده هانا آرنت اینه که در واقع به فلسفه زندگی بپردازه، به در واقع به فلسفه عمل به معنای روایت بپردازه. اینجا میوسا داره همین به ما میگه که ادبیات چکیده در واقع وضعیت بشری است. اینها با استدلال های دیگه که توصیه میکنم که در واقع خود دوستان تو این که این مقاله برجسته یوسا بخونن. فقط یه دونه از استدلال های دیگه شو میگم و میرم به سمت در واقع نظریه کریستوا. و این یکی از مهمترین استدلال های در واقع یوسا توی این مقاله است. میگه ادبیات وقتی که ادبیات در یک جامعه گسترش پیدا میکنه، غنای زبانی وجود میاد در درون اون جامعه. اگر میگه ادبیات در یک جامعه ارزش والا نداشته باشه، اینه که ما زیاد حرف میزنیم اما کم سخن میگیم، زیاد حرف میزنیم اما کم میگوییم. اما جامعه، یعنی در واقع میگه جامعه‌ای که بدون ادبیات جامعه کرولال هاست، جامعه ایست که در واقع دچار زبان پریشیه. آدمی که نمیخونه یا میگه کم میخونه یا فقط پرت و پلا میخونه، بیگمان میگه باعث اختلال در دچار اختلال در بیان. این آدم میگه بسیار حرف میزند اما اندک میگوید، زیرا واژگانش برای بیان اونچه در دل دارند نابسنده است. اینه که در واقع میگه ادبیات غنای زبانی یک جامعه را ممکن میکنه و از این طریق در واقع باعث میشه که خشونت از اون جامعه رخ بربنده و ایده صلح در درون یک جامعه ممکن بشه. این اون استدلال هاییست که یک نویسنده ادبی در دفاع از ادبیات کرده. اما من الان به زبان کریستوا در واقع توضیح میدم که چگونه این ادبیات، همون چیزی که یوسا داشت میگفت، چگونه میتونه در واقع در دنیای فلسفه و در دنیای اندیشه فلسفی نیست در واقع به ما کمک کنه که از که قادر به فهم موقعیت ها عام انسانی بشیم. کریستوا یک اصطلاح داره به اسم آلوده انگاری. این اصطلاح در واقع یکی از مهمترین اصطلاحات اندیشه های کریستوا است. آلوده انگاری یعنی چی؟ چون کریستوا در واقع یک روانشناس است و یک روانکاوه، داره در خصوص فرایند روانی در واقع شگیری کودک در صحبت میکنه و معتقده که در واقع برخلاف لکان، زمانی که در واقع ما وارد دنیای زبانی پدر میشیم که دنیای همین قواعد و مقررات و اجرائیات و بروکراسی و این عقل ابزاری انسان هستیم، کریستوا به ما میگه که در واقع ما وقتی وارد دنیای پدر میشیم، پرسش اینه که با مادر باید چیکار کنیم، مادر کجا میره، ما در آغوش مادر بزرگ شدیم. اینه که این اصطلاح آلوده انگاری را نخستین بار واسه آغوش مادر در واقع در نظر میگیره. میگه شما وقتی در آغوش مادر هستین، حتی عقبتر از اون در درون رحم مادر هستین، زندگی بدون هیچ بهانه‌ای فراهمه. شما با عشق مطلق در واقع در فضای عشق مطلق در رحم مادر زندگی میکنیم، چون اون بند ناف غذا و زندگی را در اختیار شما قرار میده تا تبدیل به یک کودک میشین. وقتی هم که متولد میشی، میگه مهمترین جایی که ما درش قرار میگیریم آغوش مادر هست. چه اتفاقی میفته؟ میگه در درون آغوش مادر دو حالت بر انسان عارض میشه. شما اگر دائما در آغوش باقی بمونین، طبعا در پناه آغوش مادرین و عشق دائمی را تجربه میکنین. اما اگر در آغوش مادر باقی بمونیم، هیچ وقت تبدیل به انسان مستقل نخواهیم شد. اینه که در واقع میگه سینه یک امر جای آلوده است. کودک فکر میکنه آغوش مادر جای آلوده است، به این معنا که اگر بیرون نیاد مستقل نمیشه و وقتی هم مستقل میشه دائما میل به بازگشت به آغوش مادر داره. چرا؟ چون عشق را فقط در آغوش مادر تجربه کرده. به این معنا ما حتی عاشق انسانهای دیگه که میشیم، به یک زبان عاشق سینه مادر خود هستیم، عاشق آغوش مادر خود هستیم. عاشقی با دیگران یعنی بازگشت به رحم مادر، یعنی دوباره برگشتن به همون حیاتی که در واقع بدون صدا بود، بدون زبان بود، حیاتی که در واقع در سکوت. به همین دلیل هم شما وقتی عاشقین در محضر معشوق دچار سکوت میشین، قادر به سخن گفتن نیستین. اون جمله مشهوری که میگفت گفته بودم تو چه بیایی غم دل با تو بگویم، در واقع غم دل از بین میره وقتی که معشوق در کنار شماست. خب کریستوا این تعبیر رو در خصوص آغوش مادر به کار میگیره، اما مبتنی بر این که در واقع تعبیر، شروع میکنه به طرح یک سری سوال. میگه نسب
محبت شعر در مقام آغوش مادر با ریاضی و فلسفه در مقام پدر چیه؟ این دوتا چه نسبتی با هم دیگه پیدا میکنن؟ نسبت زن با مرد چیه در جامعه فرانسهی که بهش مهاجرت کرده؟ نسبت مهاجر کسی که مهاجرت کرده خود کریستوا با شهروند فرانسوی چیه که در واقع در درون اون جامعه وجود داره؟ نسبت من یا خود با بیگانه یا با دیگری چیه که در واقع در کنار من بود؟ نسبت روان سالم با تروما چیه، با رنجهایی که بر انسان عارض میشه؟ کریستوا وقتی این ایده رو طرح میکنه و این دوگانه ها رو در واقع طرح میکنه که مهمترین این دوگانه ها دوگانه بین خود و دیگریه یا خود و بیگانه، و اینو به خوبی در کتاب بیگانه با خیشتنش در واقع بحث کرده، اونجا ایده مهاجرت رو طرح میکنه. ایده مهاجرت البته به عنوان یک سفر ذهنی و درونی. چی به ما میگه کریستوا؟ کریستوا به ما میگه ما قطعا در درون پدر داریم زندگی میکنیم، اما ما میل دائمی به بازگشت به آغوش مادر داریم. یعنی اولین جایی که ما بیگانگی رو باش حس میکنیم همون آغوش مادره که تبدیل به دیگری ما میشه. اما دیگری بزرگ کیه؟ دیگری بزرگ خود پدره که البته در درون جامعه دوچار تفرق شده. یعنی پدرهای پراکنده باد داریم، ما همه جا در واقع دارای پدر هستیم. در مهد کودک هم رئیس مهد کودک هست، در نانوایی هم نانوایی پدر ماست، در تاکسی هم راننده پدر ماست، در درون سیاست در واقع سیاسیون پدر ما هستن. اینه که یوسا به ما میگه که کریستوا به ما میگه که چگونه میتوان این دیگری را به درون خود آورد. چرا؟ چون وقتی دیگری به درون خود بیاد، یعنی یک بار دیگه همه این دیگری ها، این بیگانه ها رو برداریم و برگردونیم به درون خودمون و این آلوده ها، این آلوده، این ریاضی و فلسفه در مقابل شعر امر آلوده است، شعر در مقابل ریاضی و فلسفه آلوده است، مرد زن آلوده میدونه، زن مرد آلوده میبینه، مهاجر شهروند آلوده میبینه، شهروند مهاجر را تبدیل انسان آلوده میدونه، خود و بیگانه که در درون ماست. اینه که کریستوا میگه چگونه میشه این خود و بیگانه، این دو امری که نسبت به همدیگه احساس آلودگی دارن، در واقع اینا رو به همدیگه نزدیک کرد. ادبیات یا روایت یا قصه مهمترین جایی است که از نگاه کریستوا در واقع دیگری وارد درون ما میشه. یعنی در ادبیات جایی است که ما همه انسانهایی که در جامعه نمیتونیم تجربه زیسته اونها رو داشته باشیم، در درون ادبیات با تجربه زیسته اونها آشنا باشیم. ما تو ادبیات که میدونیم دوز یعنی چی، ما تو ادبیات که میدونیم معلم بودن یعنی چی، ما تو ادبیات که میدونیم تجربه مادر بودن یعنی چی. خود کریستوا در داستان سامورایی ها دائما شخصیت هایی رو به تصویر میکشه که این شخصیت ها با جامعه خودشون بیگانه هستن، میخواد نشون بده که این بیگانه. میگه ادبیات در واقع جایی است که این بیگانه ها در درون ما وارد میشن و ما احساس میکنیم در درون ادبیات. اگر بتونیم از طریق ادبیات همه این بیگانه ها رو وارد درون خودمون بکنیم، دیگه امر غریبی وجود نداره، امر بیگانه ای وجود نداره، تمام بیگانه ها در درون منن. و چه اتفاقی میفته؟ اون موقع در درون شما یه گونه مکالمه گرایی اتفاق میفته، به زبان باختی یک کارنوال درونی ممکن میشه، یک جشن درونی ممکن میشه. اینی که میگه شما وقتی ادبیات رو در واقع تجربه میکنین دارای وسعت وجودی میشین، به یه معنا دوچار وسعت فرهنگی میشین. و اینجاست که در واقع گفتم به زبان کریستوا ادبیات یعنی فهم پیوند. در درون شما همه دیگری ها وارد شدن و شما میتونین پیوند را فهم کنیم. حالا چرا این مهمه؟ همین جمله رو بگم و بحثمو تمام کنم. چون ما در جهانی زندگی میکنیم که یکی از مهمترین و غالبترین فرهنگ ها در این جهان فرهنگ شر یا جنگه، فرهنگ شر و جنگ. کریستوا در واقع به ما میگه که ادبیات جایی است که ما فرهنگ شر را فهم میکنیم، ما میدونیم که شرارت انسانی چیه و اینو از طریق به درون آوردن انسانهای متفاوتی که در دنیای ادبیات واسه شما به تصویر کشیده شدن در واقع ممکن میشه. اینی که ادبیات در واقع در نهایت این جمله بگم یعنی فهم پیوند یا فهم عشق که باعث میشه شما از تمام این مرزهای وجودی که فرهنگ باعث شده در واقع فکر کنین به اونها تعلق دارین و این باعث جدایی شما از انسانهای دیگه میشه در واقع از بین میره. مرسی، فکر کنم زیاد حرف زدم.